ببینین عزیزان من، مهمترین اصل بخشداری صدور بخشنامه است. اصلا بخشداری که بخشنامه صادر نکنه بخشداری نیست که عزیز من. شما باید به این صورت خب نظراتتون رو به مردم ابلاغ کنین. متوجه شدین؟ ها ای که ای علاوه گفتی یعنی چه؟ ای شیرورا جا عزیز من، یعنی اینکه دستور عمل، یعنی اینکه شما هر کاری رو میگین مردم انجام میدن. ها یعنی بخشداری؟ بخشداری نه، این یعنی بخشنامه شیرفرها جان، بخشنامه یعنی بخشداری، بخشنامه بود. احسن. این وقت دستورالعملی که و گفتی یعنی چی؟ یعنی همین دستورالعمل یا همون بخشنامه‌ای که شما گفتین، کاملا هم درست گفتی، اینه که شما بخشنامه میدین مردم عمل میکنن، اینه که شما دستور میدین مردم عمل میکنن. این خوبی یه بخشنامه از خود در بکن، اینجور ورنویس که همه اهالی برادر باید بیان این باقلای ما رو بخرن. شیفراز بگویم که نفر یک کیسه بخرن تموم بشه ها، بنویس حداقل نفر یک کیسه ها. باقالی ها، باقالی بگو خیلی که نوشه سالار خان، اومدیم و یکی حالا باقالی خوشش نیومد، ما چیکار بکنیم حالا اینجا؟ کی گفت تو ویای تو اتاق ما؟ تو الان اینجا چه کار داری وسط جلسه؟ خودتون دستور دارین چای براتون ویارم، بفرمایید. خب الان چای ویاوردی؟ تمام و شد، بفرما بیرون. بفرما بیرون. بفرما بیرون. اندازه ی لوبیای چشم بلبلی میمانه، اظهار نظرم بکنه. خنده هم بکنه. البته، شیر فرهاد جان همچین بیراه نمیگه. ما باید کاری کنیم که اینجوری نمیشه که به بخشنامه رو به مردم بگیم تابلوه. ما باید یه کاری کنیم که مردم غیر مستقیم یه بخشنامه‌ای صادر کنیم که مردم غیر مستقیم بیان باقالیا رو بخرن. هایی الان گرفتم این سلام سلام. کجایی سردار خان؟ خجالت نباکشی. دیر بعد اینجوری نباشه. سالار جان خیلی ببخشید. هم حالم خوش نبود، هم خواب مونده بودم. ببخشید. دستور جلسه چی بود؟ شروع کنیم. ببینید امروز می‌خوام یه بازی جدید شروع کنم. اسم این بازی که می‌خوایم شروع کنیم پانتومیمه. ببینید ما به دو دسته تقسیم میشیم. یه دسته گروه یک میشن، یه دسته گروه دو. پانتومیم به این صورته که گروه یک یک شخصیتی رو انتخاب میکنه که همه میشناسن. خب بعد که این شخصیت رو انتخاب کرد، فقط با حرکات دست و صورت، هیچ گونه کلامی وجود نداره. این انجام میدن پانتومیم تا گروه مقابل بتونه تشخیص بده که اون شخصیت کیه. اگر ظرف 5 دقیقه تونست تشخیص بده که اون شخصیت کیه، برنده است. اگر نتونست بازنده. متوجه شدین؟ نه. بابا خیلی راحت، اصلا بازی بسیار آسونی. من نمیدونم شما چرا متوجه نمیشین آخه. اصلا بگم شفور، این بازی به نظر من خیلی لوس میده. این صورت جلسه رو تعطیل بکن، همون اسم فامیل رو بازی بکنیم خیلی بهتره. نسار جان فدات بشم، قربون این خالت برم. این بازی تای خنده است. شما بزنه یه دست بازی کنیم، بعد اگر خوب نبود الان یارکشی میکنیم. ببینید عزیزان من، یه توضیح مختصر دیگه بدم. ببین شخصیت مورد نظر که ما انتخاب کردیم به همتیمی شما یعنی شیر فرهاد عزیز میگیم، این برای شما اجرا میکنه، شما باید حدس بزنید. اگر تونستین حدس بزنین بردین، اگر نتونستیم ما برنده. ها گرفتم. بذار. ها خیلی. الان بریم. ما وعده گفتیم شروع بکنیم. شیر فرهاد جان شروع کن. میخوام جوری اجرا کنی که بمانید شما هم آقا بابا سر یه شال گردن شرط برد. من حالا این وگوه حالا قربونت برشم بابا، پانتومیم بیت حرف نبزن. اجازه بده شیر فرهاد شفور جو. آدم سخت چی نبود، کسی باشه ما بشون آسیما. نه خیالت راحت باشه، کاملا میشتسی، اصلا تابلوه. الان وگو این زنه ها، جان نسار دیدی زنه. بلبل چیز توته بید. بابا چی میگه جان نسار؟ میگه زنه. ام یا بلبل توتیه. خب سردار خان شاید منظورش توتی ماده بید. حرف میزنه. چیزه گوینده رادیوه.
ببینم پشت سر هم حرف میزنه. ببینم ور میزنه پس. ای بابا اینا چقدر چلمنگ میدن. این خیلی ساده بید. ادامه بده. شلوغ نکن سالار خان. اجازه بده. بالا برره بید یا پایین برره بید. صبر کن صبر کن جناب سرجو. اصلا شما حق سوال کردن نداری، فقط باید حدس بزنید. پیره؟ چیز ترسناکه؟ زن بابامه؟ ببین سالار خان، ببین شوکت خانوم زن پدر من 80 سالشه، وارد این بازیاش نکن. اشتباه کردی سردار خان، شوکت خانوم نبید. 2 دقیقه دیگه از این لحظه بیشتر وقت نبداری. گفته بودم ترسناکه خیلی. زنزلیل بید. سردار خان. فهمیدم سردار خان بید. حرفایی میزنی یا جان نسار. اون میگه زنه، بعد تو میگه سردار خانه. سوارکاره. زمان باقی مانده 1 دقیقه مانده بید. ببینم راه زن بید. ببین شیر فرا چاخ داره. آره ها، متوجه شدم. این قول داداش خودته. سردار خان قول که مرد بید، وقوعه زن بید. گوش بگیر. یه زن شاهدار و قول پیکر سوارکار. چار 3 2 1 وقت تمام شد. حالا صبر کن صبر کن شیر فرهاد. حالا این زن قول پیکر شاختار سوارکار کی بود؟ حالا خواهی وفاگو دیگه. حالا من وفاگو. حالا من وفاگو. سردار جا قربونت بشم، شاخ شمشاد بود. چی که شاخ شمشاد زنه من بزنه من سردار خواهد مسلط باشه. این دست خجالت نما کشی. اینقدر تو باهات پررو شدی منو سوژه بازی تو وکردی. واقعا که من تو تیم ایور بودم، شما را اونا انتخاب کردم. اونا انتخاب کردم؟ اونا یه همچین غلطی وکردن؟ خب اونا که تکلیفشون روشن بید اصلا نفهمن. تو چرا باید ادای موهای منو در آوردی؟ من ادای شاخ شمشاد در آوردم. پس کی بود هی الکی اینجوری میکرد؟ کی بود ادا؟ من بخواستم شما وترسی که بفهمی منظور شاخ شمشاد بیده. شما از کس دیگه وترسی. خیلی بی ادبی شیر فرهاد، خیلی اصلا فکرشو نکردم آدم به موهای زنش به بوهای زنش اینجوری توهین بکنه. تازه این که چیزی نوید برای شاخم بگذار. من میخواستم که بفهمید که منظور شاخ شمشاده. تو چغلی من نوکن، من میدونم با تو چه وکن. تو خجالت نوکشی. شادونم قد من بید دیگه، تازه 5 کیلو از من چاختر بید. من اینقدر گنده میدم. هر کاری دلت بخواد وکن شما. حالا بذار برسیم خونه، من یک پوستی از شما وکنم، تاریخ براره ونویسم. من منظورم ای بود که شاخ یعنی شاخ شمشاد. گفتم این شاخ ای اینجوری کردم یعنی شمشادش. این گندگیش منظورم نبیده. سردار خان تو هم مقصر بیدی. نگاهی من بکن ببینم. های نگاهی من بکن. سر تو بنداز پایین. تو خجالت نمکشی پایین پایین برنه یا بازی بکنی که اینجور منو مسخره بکنن. خانوم شما هم که هر کسی هر کجایی هر کاری میکنه هی میدونی گردن منو بدبخت. یعنی معنی نداری که. حالا یه چیزی بوده تمام شده رفته، الان بوهای خودم به حد کافی ناراحتم. خیلی ببین شیر فرهاد، بوهای شما باید همینجا جلوی چشم همه ما بیاد. از بوهای من معذرت خواهی، وگرنه اشغولانه ما به همینجا به بنبست رسید. طلاق بگیرم تمام. وگرنه میگم بوهای منم الان خیلی ناراحت. نفهمم. اینه مردم جاتون خالی که این اصلا قیافش رو ببینین. این شیر فرهاد هرچی با این حرکات اینجوری همجی
جون شاخ شد بعد نفهمید که نفهمید حالا آخرش بتونه سطح بزنه نشد و چی بگو این دو نفر انقدر تلمنگ و خنگ بیدن که اصلا هرچی کیفرا راهنماییش فکر با اون کارا نفهمید آخرم لجش فگرفت حمله وکر طرف من کی چه جورت کرده که حمله کنه طرف داماد ما ندایی تو بشین ای بوام خودش حسابشه برسیده آجای من خالی سلام جون من یه چیزی متوجه نشدم ببخشید شما خودشون و خانومشون رو مسخره کردیم بعدم کتکشون زدین ای بابا این گوش نبکنم ببین اون حمله بکر اون حمله بکر بعد همگی لجش بگرف یه ها با این پایین چشش اینجوری محکم وزد اینجای مشته بکنم ای بدونی سردار خان اگه جنبه باخ نداری چرا بازی مکنی خب چرا شوهر منو مشتشو درد و یاری ها من باید ورم حق این سردار خانو وزرم کف دستش دیگه آه شما کوتابیه حالا من میگم بریم یه گلی شیرینی بگیریم بریم از دلشون در بیاریم هنگ کنیم پشت یه میز بشینی خوبیت نداره بازی نه خودشه نه خود هر آشی بکرد خب به تو چه ربطی و داره حالا بوهای من یه دفعه حال اینا رو وی آورده سر جاش و رازشو مزد خواهی بکنه بابای شما زدن سردار رو ناکار کردن یه بادام جون کاشتن پای چششون انقدر خب کریانوش بازی اشکرک داشته بی سر شکستنک داشته بی خب به ماچه میخواد سو بازی نور کنه همینید که بی پاوری چه عجب از این طرفا چی شده خانواده زن تو ول بکردی اومدی پدر پیرت سروزنی خواب و گوش بگیر یه لحظه بیا بیرون من با شما کار دارم خصوصی بیده نفهمیدم واسه چی بیام بیرون توی سرما اینجا همه آشنا بیدن خودی بیدن هر بزن خب این اوگو اگه یک کلمه از این حرفایی که ایجارت دو بدل بشه توی برره گفته بشه یا تو روزنامه چاپ بشه این کله توکنم وزارم روی این میز برای تزیین آره پس من خودی نیستم من خودی نیستم من میرم بشین سر جات بابا گوش بگیرید سردار خان خیلی ناراحت شده دارد دق و یاره گفته که افردا تو او بخشداری یا جای منه یا جای ای سالار خان خب برو به سردار خان وگو که اساس فردا بخشتاری نباید استفا بده من موافقت بکنم فقط این نبود گفت فردا توی میدان بز من با سالار و جنگم هر کس زنده ماند او بخشدار وشد ای خاک و چوچ و خاک جنگ بکنه اینا حرفای خودش نیست ای شاخ شمشاد اینا رو وگوه آینه سادار خان چقدر بچه ننبیده هرچی بشد وره به این شاخ شمشاد وگوه این بالا برای ریا از اول بی جنبه بیدن شما ناراحت نباشید من خودم میرم حقشون رو میذارم کف دستشون نه قربونت بشم ببی جان احتیاجی نبی تو وری من خودم اگه کمرم درد نبگیره خودم ورم هرچی جا بیارم من نمیدونم چرا شما همه چی رو به جنگ و دعوا میکشونی اصلا واسه سن و سال شما خوب نیستش با مردم فکر میکنن که دارن سر پست و مقام دعوا میکنن نمیدونن دعوا سر چیز دیگه است که حالا تو چه کار و داری به خانواده ما حالا اینه وزار تکلیفش ها یک سره بشه دیگه همچین فرصتی پیش نمیاد اصلا من عاشق این اخلاقاتونم توی برره موندم یعنی اینقدر شما دنبال فرصت ها هستین اون برای قضیه رو حساب بکنی اگه سالار جون یوی کمرش درد بگیره ما جلو همه زایه میشیم همه بهمون میخندن چقدر تو منفی بافی و کنی ای همش حرفای منفی خودش دار بکن خب منفی باف تو چی بخواهد جان خانواده من تو چرا نوری از ایجا این مار چنبره زدی رو زندگی ما کچه نو فهمم بدبخت من به خاطر خودتون دارم میگم اصلا هر غلطی دلتون میخواد بریم بکنی سبکن میگم شاید تو پیشنهاد بهتری داشته بیدی آخه من الان کمرم یه ذره درد بگرفت جان تو بکنم با تو حالا کار نداشته چه مرگ تو حالا با سر سمرا افتاده اینجا من از آبرا بکنی کیه؟ این چیه پای چشو تو؟ از من میپرسی خب از ایشون سوال کن اون چیه پای چشو ای؟ من چه بدنم از من وقت پرسی؟ میگم سردار خان نکنه شاخشیم تو دو وکردی آقا قدون اجازه بده من خودم وگه من از اول ماجرا تو قضیه بیدم ای سالار خان تو بخشداری ادای شما رو در و ادای این چشمای شما که اینجوری وای میسته خب بعد ادای شما رو در آورد ایشون شوهر عمه بنده ناراحت شد به پشتی از شما در و اومد بعد ایشون هم ناراحت شد با مش وزد تو چش این شوهر عمه بنده راست میگه پیرمرد جلف
ادای منو در میاری؟ بزنم یک گوری رو حلامت بکنم الان. دروغ بگوه به جون تو، به شاخ سیبیل دروغ بگوه. مثلا چیزی دیگه این دیده اجازه بدیم من این مشکل حل بکنم. سلام علیکم. سلام علیکم. شما ها اینجا این من اومدم بخش دارید چیه؟ تو هم جا دعوا بیدی؟ نه من اومدم این مشکل رو حل بکنم. برای سن شماها دیگه بده. بلند شین بریم بیرون هم دیگه رو ببوسیم. گذشته ها رو فراموش کنیم. من خواهش می‌کنم. بلند شین. صبر کن اینجا مگه تورول برگ چغندر بیز نخواش تو مثلا بری حلش بکنی. خودش حل نکن. حل نکن. ببین تورول جان من تصمیم گرفتم از سالار خان دیگه جدا بشم. یعنی دوتا اصلا دیگه جدا بشیم. ببخشید گفتید که جدا بشید. آره عزیز من اصلا ما با هم تفاهم نداریم. ایشون هم دست بزن داره. چرا شما ایشون رو درک نمی کنی؟ نه قربونت باشم تقل جان این جنبه نداشته بید. ما نوتونیم ادامه بدیم. یک نفر باید بره کنار. اجازه بدیم به من ببینم. یعنی هیچ راه حلی نداره؟ یه خورده فکراتون رو بکنیم. ببین کیانوش جان اصلا راه حلی نداره. من اصلا میخوام از ایشون جدا بشم. هیچ با هم دیگه نمیتونیم کنار بیایم. به سر یه میز با هم بشیم. بسیار خوب. مثل اینکه دیگه چاره ای نیست. باید دوباره رای گیری کنیم. طغرل جان اصلا اونا که حرفش نزن. همون دفعه اول که رای گیری کردیم بس افتاد پشت منم. من یک راه حل بهتری دارم. یک گلوله داخل این موندم. من چشمای خیشتن را میبندم و کوپ میکنم. هر کی افتاد برد او یک دیگه بخش دارم. خوبه؟ ها خیلی فکر خوبی. من این پارچه رو ودارم این نیج پوشش میشه بار و بندم تا تکلیف اینجا مشخص بشه. اجازه بدین اصلا من خشونت لازم نیست. من یک راه حل بهتری دارم. به نظر من یک سال ایشون بخشدار بشن، یک سال ایشون بخشدار بشن. ای بابا چی بگوی؟ یک سال خیلی زیاد بید. تو یک سال کی مرده بید کی زنده بید؟ ماهانش بکنید. اصلا امکان نداره سالار خان. امکان نداره. هفته گیش کنی. یه هفته ایشون یه هفته بنده. آقا جان من میگم که اصلا یک روز در میان بکنیم. یک روز شما باش یک روز شما باش که حوصله‌ش هم سر نره. دوباره تو از اون حرفا زدینا. بابا کار اجراییه. نمیشه که یه روز ایشون بیاد یه کاری انجام بده فردا ایشون بیاد بزنه کارا رو خراب کنه. بله بله. حالا باز من یک راه حل دادم اومد پیش لب چیکار؟ آقا جان شما روزای زوج باش روزای فرد هم سالار خان باشه. ببین تورو جان من اصلا شنبه متنفرم. اصلا شنبه حال کار کردن ندارم قربونت برم. اصلا من نمیدونم. فکر کردی هم میتونی بی تو وقتهای از پنج شنبه تا یک شنبه تعطیل بکن. منم روزای فرد بخوام قربونت باشم. ای خدا من چه کار کنم از دست اینا؟ خب بابا در کلنگ گورتون به گوش میرسه این بچه بازی ها چیز خود خجالت بکش پیر مرد جل از سن و سالتون خجالت خوشتن من اینا. اجازه بدیم یه لحظه اجازه بدیم یه لحظه اجازه بدیم من الان مشکل حل میکنم. ببخشید سردار جان شما شماره شناسنامه چیه؟ شناسنامه 88. بسیار خوب. شما روزهای زوج هستین. مال شما چنده؟ 0912777777777. ببخشید این شماره شناسنامه شماست با 0 شروع میشه؟ البته به جان کیانوش میخوام اصلا دنیاش نباشه چون راند بود گرونم خریدم. عرضم به حضورتون که بسیار خوب. نه خوشبختانه اینم چون با فرد هستش شما هم روزهای فرد در واقع بخشدار هستین. خب به سلامتی شما روزهای زوج شما روزهای فرد. امیدواریم که در خدمت رسانی به مردم محترم برره بتونین هم با هم رقابت سالمی داشته باشین همین که به مردم کمک کنین. روزای جمعه هم که تعطیل هستش کپ و برو تو کار آقا نشسته. گوش بکن گوش سبر کن سبر کن گوش کن سردار خان امروز یک شنبه بید من بخشدار میدم. اگه پاتو بزنی اون طرف قلب پاتو خود بکنم. حالا سالار خان فرداش هم دوشنبه است. اگه شما بیای توی بخشداری قدم بذاری اون وقت من میدونم و شما حالا بعد این چیکار کنیم؟ یه برارم اگر یک گلوله دیگه پیدا بکنی من میذارم تو شلیک میکنم به جفت اینا که بشریت از شر این دو تا نکبت من نجات بدم. من نبدم اگه بداشم از خدا هم بیر که یکی از اینه و خود به میره خود پاشد از اینو چشم من گم شد برید بیرون برید بیرون از اینو شما با بخشون اینجوری رفتم نبک آشو آشو بیرون خود تا پاش برگم شو بیرون ای که سنگ قبل تو رو خود من خوش نویسی میکنم با خط نست از سلط. خانوم ها خانوم هر که هرچی میخواد بخره ها هر که هم رو خود داره بذاره بالا چون اگه برف بیاد جاده بسته بشه یه هفته ای نمیتونم بیام ها خدا ارزونش کردم هر آجه
بهترین مد بوتیکای پاریس ها مسافر آورده. دست رو خوب چیزی گذاشتی. دست رو خیلی نبکنم که وقتون اید آخری. سردار خان به شما خیلی بیاد بردان. شادونم. بردان زود حساب کن. برای من کار داشته بیدم. مثل بعضیا ها انلاف و بیکار نبیدم. کلی کار تو بخشتانی داشته بیدم. سالار خان پول نمیخوام. باید نخود بدی. میشه دو تا کیسه. نخود به دردم میخوره. پول به دردم نمیخوره. خب ما نخود نداریم. باقالی برات بیاوردم. باقالی میخوام چیکار کنم؟ تهرو پر باقالیه. نخود دو تا کیسه اگه نداریم پس بذاریم زمین. این چند تا کیسه رنگ‌بندی هم داره ها؟ میگم آخرین مد بوتیکای پاریسه. اگه اندازه خودم بود ورش می‌داشتم. خیلی خوب چیزیه. چشم حتما سارم سرجوخه بیا با من. آقای بودی بازم به حساب گیریم باشه مشکل نداره. ساکت ساکت نمیرم ساکت. چیکار داری میکنی اینجا؟ مگه کوری نمیدونم جنس بفروشم؟ خیلی بی جا میکنی. مگه هرکی هرکیه که بیای اینجا جنس بفروشی الکی؟ مگه تو چیکاره ای اصلا حالا اومدی؟ من از طغرل خان اجازه دارم. بله؟ بله. آقای کلی حواست باشه ایشون نماینده بخشداری هستن. مواظب حرف زدنت باش. اصلا با بخشداری چی کار دارم؟ مگه نمیفهمه؟ میگم من طغرل مجوز دارم. خیلی هم رب داره به بخشداری. الکی شلوغش نکن. اینجا صد معبر کردی مزاحم حقوق شهروندی شدی. سرجوخه این یارو خیکیه رو با وسط جمع کن بیار بخشداری. خب خانم ها آقایون هر کی هر چی خریده همین الان میذاره سر جاش. پولا پولا پس بگیره. ساعت معبر یعنی چی؟ سر کنم. ساعت معبر چه؟ من گوشه دارم کاسبی میکنم. این همه را خب یه رد چین دیگه. سردار جون ببخشید. قربان برم. کاپشن رو به سر جاش. شو ساعت معبر کرده. هر کی هر چی خریده به سر جاش. بذارید. من نفهم به بحث. من چه رفت داره بیا. برید آقا برید پیه کارتون. تر میگفتین چشمتون این کاپشنو گرفته. تقدیم میکردم. این همه دیگه جار و جنجال نداشت. حرفمو فز خود در و نکن. ما و گفتیم تو تقدیم نوک کردی جیگر. بله اولندش که مسئله کاپشن تموم شد. نگاه کن چقدر برازنده این ببری جانه. دومندش الان مسئله صد معبر کردن جنابالیه. آقا به روی چشم شما دستور بدین من کجا بساط کنم. شیر فراد شما یه چیزی بگو بابا. ناسلامتی شما رفیق مایی. آقا دانی مسئله چیه؟ چیه؟ نه و دانی یه بخشنامه یه خودمان در و کردیم که صد معبر پیشش هیچ میدم. یه کاری که نوتانی تو برره دیگه جنس خرید و فروش بکنی. حالا این بخشنامه جدید چی هم؟ آیا و خانم به منظور جلوگیری از خروج بیرویه یه نخود و همچنین برای نجات اقتصاد برره از تک محصولی و شدن از امروز به بعد هر کیسه نخود در ازای خرید یک کیسه پاچه باقالا به فروش برزن. پاچه باقالا به 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 باری کلا شیر فرهاد آفرین. این همون بخشنامه غیر مستقیمی بود که من گفتم. آفرین اونت بشم. این بخشنامه رو تنهایی از خود در بک دید. آی موضوعش هم من و گفتم او وقت این لیلون که سیکل و داره اینا تنظیم کرده و نوشته. بابا من باقالی لازم ندارم. من خریدار نخودم. باقالی به چه دردم میخوره آخه؟ ها اینا را وخر همه را بریز دور به ما چه. اصلا میدونی چیه شیر فرها؟ من دیگه توی برره خرید و فروش نمی کنم. میرم یه چیز دیگه نخود میخرم. یه وقت گوگوله هیکلت نخوری گونده بگا. حالا بد میشه جیجونا تو. هر چی که بهت میگن عینه هو بچه آدم سرت میندازه پایین گوش میکنی. و بخشنامه است در راست اینا که نی. این کارمند شماست؟ کارمند جدیدتونه این؟ من گادی بارد سالار خانم. چی چی گاردشونی؟ زهر مار ساکسیفون میزنه دیوونه. گادی باردش هم دیگه. ای بابو ای که الائی گفتی یعنی چه؟ الائی من قربونت برم. ببری از من یعنی مراقبت از کشتر ببری. نه اینکه این سردار به خون من تشنبید. یه جوری دنبال فرصت بید که از من انتقام بگیره. این بود که گفتم ببری از من محافظت از کشتر بکنه. گوش بگیر ببری. من مواظب ای بوها هستم. شما ورا ای بخشنامه را وده به کیانوش. تو روزنامش چاپ بکن.
یه سری هم چاپ و کنید و زنید به در و دیوار، مردم و فهمن که قضیه بخشنامه چیه. بیا بگی بابا. خب باشه، ولی مواظبش باشید. من مواظبم. گادی با. شیر فرهاد، حالا من مرخصم. بابا ده بیا، یه امشب پیش ما بمون. برای چی باید امشب اینجا بمونم؟ گوش فکر ببین چه خوب، مردم باید بدونن که باقالی ها شناوه خرن که همراه نخود بفروشن به توی نوفهم. خب گوش بگیر، اینه که یکم به فکر مردم باش، همش به فکر منفعت خودتی زالوی اقتصادی. خیلی خب، ببینید امروز کار شما اینه که میرین یه گزارشی تهیه میکنین از این طرح زوج و فرد شدن بخشدارها، ببینیم بازتابش در جامعه چی بوده. خب متوجه شدی؟ بازتاب چی بید؟ بازتاب یعنی نمیدونم. خب بازتاب چی بید؟ چی بید؟ یعنی این که ببینین که نظر مردم چی، اصلا مردم راضی از این طرح یا نه. همین ها. نه که یانش، من با همه مردم مصاحبه کردم. خب. اینا همه بقیه گفتن که اون روزای فردی که ای سالار خواه ای بخشدار بیده همه راضی بیدن، اون وقت اون روزای زوجی که یه شخص دیگه ای بخشدار بیده همه ناراضی بیدن، از خانه هاشون نبیان بیرون از بس که دلخور بیدن. آقا کیانش تو روز روشن داره دروغ بگوی؟ تو از صبح طالب با من بیدی، کی گزارش در بکردی از خودت؟ ها اینه اون موقعی که تو داشتی گل سر بخریدی. من گل نه آقا کیانش، دروغ بگوی، از همینجا معلوم شد من گل سر نخریده بیدم، یعنی خریده بیدم داشتم پس بردادم. بس دیگه، اصلا خستم کردین، خسته شد مردم از بس کلکل کردین، جفتتون رو اخراج میکنم، بهتون گفته باشم. نه نه آقا کیانوش، و ببینی شما باید یه جوری روزهای ما رو تقسیم بکنی، یه روز زوج من و یا یه روز فرد سهرناز باید، فهمیدین؟ یا سلام علیکم. ببین من هیچی نمیدونم. کیانوش خان، این بخشنامه جدیده که شیر فرهاد گفته که تو چاپ کنی تو روزنامه‌ات و بعدش هم یه چند تام بزنی که من بچسبونم به در دیوار رو کاغذ. خب جون تو قضیه خیلی مهمه، یعنی در رابطه با اقتصاد نمیدونم چه چیه نخود. به دلیل خروج بی‌رویه نخود برای نجات اقتصاد برره، هر کیسه نخود در ازای یک کیسه پاچه باقالا قابل فروش. پاچه باقالا دیگه چیه؟ آینه بای من امسال دوراندیشی بکرده، این دوتا از زمیناش پاچه باقالا بکشه. دوراندیشی کردن پدرتون؟ ای شیر فرهاد خیلی موزی بید و فهمیدی؟ پس الان فهمیده میدم که واسه چی بگو و یا تو نوشتن بخش نمی مشارکت نکن. ادا باش منو در بیار، دعاش قدام و واسه من براتون وگو. آقا کیانوش ببین، اینا بخوا این پاچه باقاله های ایباد کرده خودشونو همینجا الکی آب فکنن. خب به خروج بیروی نخود و این حرفا اینا همه بهانه بید، من الان یه مطلب بنویسم افشاگری بکنم. ببخشید چیکار بکنین؟ نه نه تو بی خود نکنی، اینه بازار فردا که بود بخشدار بشد افشاگری بکن. من اصلا اینا رو نمیدونم. سهرناز خانم، آبجیم گفتش که اگه دستت خالی شد یه توکپا بیا خونه که اون با ماقالیا رو بکنش تو کیسه. تازه آقا کیانوش، یه آگهیم برو که از امروز پاچه باقالای فرد علو تو کافه شبهای برره توزیع میشه. فعلا خداحافظ. پاچه باقالای فرد علو. خدا بادو بابا، بادو 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 تیسه نمیمونم، بادو ارزونش کردم. پاچه باقالای فرد علو جونی چم بی؟ این قابلی نداره جونو دادا، به جون تو ده بده خیرشو ببینیم. یه دونو برده برو. کل فروشای نخود ما 15 تومن سود بده شد، 10 تومن بدیم پاچه باقالا که چه. این دستور بخشداریه، به من و تو هم ربطی نداره. جون تو بعدم جون آباد یه خیر و سلایی توشه. پاچه باقاله را کجا بیاری به این سرعت؟ من این بغله را پاچه باقاله دارم واسه تعریف میکنم از کجا آوردن. این سردار خان واسه خودش یه مقدار واسه مصرف خودش کاشته بود که یه دفعه بعد از اینکه این بخشنامه اومد به من گفتش که چی ببری خان. گفتم جون جون ببری خان. گفت اینا رو همه رو بکن تو کیسه، وردور به بین اهالی تقسیم کن. ما هم براش آوردیم تو جون تو آوردیم تقسیم کنه بین شما. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه نخودات تو دستتون باد نکنه. بله وگو هم که ببری خان، خدا از بزرگی کمش نمکنه. واقعا که بخشداری برا زنده شد. حالا عجله نکن، عجله نکن، یکی سم به من بده. بابا را عقب بده بلکن. وگو هم الان کلی بره، ما نخودمونو به کی بفروشی؟ نه نه ترس، من بهش گفتم امشب اینجا واسه تا صدور بخشنامه جدید امشب مهمون ماست. چجونه تو؟
آخه چیر فراد منو برای چی آوردی اینجا؟ مگه نگفتم امشب مهمون شما؟ آه ما و طغرل نداریم. اینجا هم عین خانه خود ما بیده. راحت و باش. آفرین آفرین شیر فرد. آدم با این ژاندارما باید رفیق باشه. میدونی چیه؟ همین خود من اما موقعی که زیرمیزی دادم و هیچ کاری به کارم دیگه ندارن. نه تنها کاری ندارن، با هم دیگه اینجوری هم شدیم. اصلا گفتم امشب تو این ژاندارمری به خوابی امترم بیده. یه چند وقتی تو براره دوز دیده شده. ایجا امنه. ای بابا احسن به تو شیر فراد. ببین چه جوری هوای ما رو داری. ای رفیقیم دیگه. ما رفیقیم دیگه. چه رفیق خوبی. چی عوض نصف شبی هم دست از سر کچل من بر نمیداری. چه میخوای؟ طغرل جان امشب میخواستیم این مهمان عزیز ما اینجا و خوابه. یه دونه از او اتاقای یه تختت هم بشوده. یک تخته؟ اتاق یک تخته کدومه؟ مگه یه مسافر خونه هستا؟ اینم من و... گرفتم. ای حالا امشب اینجا خوش بگذرد. چیزه؟ نبرارم؟ من با اجازتون ورم. شما پول دادی شیر فرهاد؟ چرا زحمت کشی شرمنده؟ من تو نود رفیقیم. من خودم حساب میکردم. چرا زحمت کشی شیر فرهاد؟ دست درد نکنه. نبرارم؟ بینجا ببینم. زهرمار رکبت چرا میخندی؟ خودشون رو ترکیب تا دارم بکنم سبیلتو دوباره دید دارم. ببر اینا اون ببر اون اتاق سلول تک نفره یک تخته. نپاش نپاش بچوک. بریم تو اتاق من آماده است. من خستم میخواستم استراحت کنم. برو استراحت کن. هم تک سلولی برو مردشون رو نکبت گندبک. از من اتاق یک تخته میخواد. من نودونم. من این حرف حالیم نوشه. باید یه جوری سردارخان حالشونو وگیری. خانوم شما امان بده. من چنون حالشو میگیرم که حس کنی شما تشریف ببر منزل بذار ما به زندگیمون برسه. سردارخان قربانت برم. اجازه بده شخشم شد خانم ومونه برانشی در حال وگیری اصلا نظر نداشته بید. ایشون ومونه که نظر بده. آخه چه نظری بده جان نسان؟ ما یه بخشنامه صادر میکنیم فروش پاچه باقالا ممنوع تمام. اصلا چه حرفیه شما میزنی سردار جان؟ مگه بخشنامه صادر کرده علکیه؟ مردم صداشون در میاد عزیز من. نمیشه همینجوری بخشنامه صادر کنیم. حرفی میزنی شما؟ تو حرف نبزن نفوذی آدم فروش. مطمئنه تو آدم اونا بیدی. چه حرفیه شما میزنی خانم؟ بنده بل نسبت شما مرده شورم. امروز ایشون بخش داره بنده کارمندشم. فردا اونکی میاد من کارمندشم. من حرفم اینه که میرسه به گوش بخشداری مرکز میان پدرمونو در میاد. ای بابا چقدر حرف بزنه چقدر وزوز بکنه شبور. ما فکر همه جاشو بکردیم. از دیروز تا الان داریم از خودمون نقشه در برمیاد. جان بساف جان بساف این دکتر چی شد؟ اگر برات برم ولی جکی فرستادم دنبالش الان ولی سلام علیکم دکتر جان. سلام کاری بنشیم آمد دکتر جان؟ ما که همیشه زحمتمون گردن شما. میخواستیم یک نظر کارشناسی بدی. یه مرزی رو این ورقه بزنی و بریم. نظر کارشناسی بدن؟ راجب چی؟ آقای دکتر همطور که ودونه دیروز بخشدار دستور داده بید که صادرات نخود همراه با صادرات پاچه بقالا بشه. بله من خودم هم خریده بودم. خب دکتر جکور ببخشید من نبدونم شما ودونی یا نه که این پاچه بقالا مونوپول فردشون بید و خواستن جنسای باد کرده شونو آوه کنن. اینا مردا 20 اومدن منو تیغ وزدن. حالا دکتر جان شما باید یه گواهی بدی که این پاچه بقاله ها مریضی داره، آلوده است، به درد نمیخوره، غیر قابل استفاده است. ما هم یه بخشنامه صادر بکنیم و حالشون رو بگیریم. راست سردار خان من نوتونم. این کار خلاف اصول حرفه‌ای بید. جناب جان این درخواست وام تجهیزات پزشکی دکتر آماده است؟ بله اتفاقا من خودم میخواستم که تقدیمشون بکنم.
بخش داره تصریف و کرده تا سقف 3000 تومان وام بده برای خرید تجهیزات پزشکی. ببین کن کجا بید من امضا بکنم مهر بزنه. همین زیره اینو یه مهر میزنی و تمام. آره قول کنه سره. برکالله دکتر. خب این باشه اینجا، من فردا میام برای تکمیل فرم و کارای داریش. ببین آقا جی، من فردا دیگه بخشدار نیستم. خب. من روزای زوج در خدمتم. آره دکتر. فکر کنم که دکتر اگر خودتون تشریف ببرید میدون جلوی فروش پاچه باقالا رو وگیرید، به طور اتوماتیک کار وامتون انجام آره. بشه. آره دوچه شمیشه فعلا با اجازتون شما مورو فرمت کنم. خدا حافظ. انجام بده انجام بده. میگم سردار جون، شما که روزای فردم که بیکاری، بیه جلسه آموزشی برای شیطون بذار شما. آره میگم یالا بذاری بالا، هر کی پاچه باقاله داره بذاره بالا سریع‌تر که کارمو انجام بده. میخوام برم من حاضرت بخو نخود داشت دویدم، پاچه باقاله فقط یک کیسه داشت دویدم. نمیشه نمیشه، نخود نه، پاچه باقاله به ازای هر یک کیسه نخود یه دونه کیسه پاچه باقاله. بخشنامه بخشداریه. من پاچه باقاله گیرم نیومده، نخودمو برمیداری؟ عب نداره، بیخیالش میشم چون ازم چنس خریدی ها. مشکله یالا فقط برده چون سرجوخه داره میاد. چه کار داری بکنی کلی؟ گفت که دارم خرید میکنم، اگه بشه کارم انجام بدم برم و براره بیرم و گم کنم. آروم باشی، اینا پاچه باقالاه. چطور مگه؟ پاچه باقالاه؟ آره آروم. سرجوخه دستگیر شکن. مردی که پاچه باقالاه فروش میکنی؟ چه این کارا چیه؟ نمیدونی خرید فروش پاچه باقالاه ممنوعه؟ نه بابا کجا بدونم؟ نه بعد این بخشداره بخشداریه بابا. قضیه چی؟ این بخشداری کی صادر شد آخه؟ همه تون همینو بگوین وقتی دستگیر بشین. نمیدونم نمیدونم مرد حسابی الان 20 دقیقه است که دستورش برای ما تو بخشداری بخشداری به ما گفته. ببره نکنه قضیه چی بی دکتر؟ چرا نبذاری آخه ما معاملمونو بکنیم؟ آبا خرید و فروش باقالا ممنوع بید چون آنفولانزای پچه باقالایی بداره. فهمیدی؟ بخشداری مرکز دستور بداده، اونا به ما بگفتن که اینا توقیف بید. حالا ما چی بکنیم آخه؟ خودمانو چی بکنیم؟ شما برید از همونی که خریدین پولتونو بگیریم، دو سه نفرتون هم سر اینو بگیریم توقیف بید، ببریمش بخشداری. هر جور شده باید جلو این دو دستگی رو بگیریم. هر روز یه دستور جدید میدن، هر روز یه بخشنامه جدید میدن که بخشنامه این روز قبل رو نقض میکنه. باید جمعشو کنیم باشو صحبت کنیم اینطوری که نمیشه. ای کیانوش، خب این طرح خودت بید که اینا نوبتی بخشدار بشن. خودت نگفتی آسیاب به نوبت؟ مامان من گفتم آسیاب به نوبت؟ اینا زدن ساختمون آسیابو خراب کردن. آی نه، به نظر من که خیلی هم خوب بید. اینا یه چند وقتی بید که با هم پسر خاله و شده بیدن. حالا این زندگی تو برار از هیجان و افتاده بید، اینجوری هیجانش بیشتره. خیلی خوب بشده، از سرگرمی باید پیدا بشده واسه من و بود. شما بچینیم فکر بکنیم که بخشنامه چی وریزیم که حال اینا رو بگیریم. هی خلاقیت از خودمان در بکنیم. مامانم که ایمه منم امشب تو جلسه ویام این دو سه تا طرح داشته بیدم که خیلی خوبی. خیلی خوبی. اگه طرحت خوب باشه بود به جایزه هم بده. از این درگیری ها لذت میبری نه؟ ها خیلی خوبی. حالا سب بکنی بهترم بشید، بذار من تر همه تصویب بکنم بعد بهت بگوام. شما بگم چی کارت برکنه؟ آقا بفرماییم بیرون، بفرماییم بیرون، فردا بیاییم پولتون رو پس بگیریم. بفرماییم خب شلوغش نکن. خاک بچه کم شده، ببین چه شده، صد سالار چه بیامده. جون تو هیچی نشده، ما نشسته بودیم تو کافه که یه دفعه دیدیم عینگو مور و ملخ یه جماعت ریختن رو سر ما که چیه پاچه باقالاتون ایراد داره، آلوده است. بعد پولا پولای ما رو برگردون. سردار جونم برگشت گفت بابا برید دنبال کارتون، خود روزیتون رو یه جای دیگه. سردار نبگو، من بگفتم حرفمو فسخ نکنه. گفتم برید دنبال کارتون. خب خیلی خب دیگه نمیخواد توضیح بدی. بس ببینم کی گفته که پاچه باقالا آلوده است؟ ای بابا بخشنامه، اون مردا بخشنامه صادر کردن. وای نه دای ما تری ما گفتیم گذاشتیم که این گادی بارده بو باشه، اینجوری ازش مراقبت نکردی؟
آخه دایی جون عزیز دل من، میدونی اونا چند نفر بودن؟ آخه من یه نفری چجوری حریف این همه آدم میشم؟ حرفمو وسخه در بر نکن، این همش دیگران این کاپشنش بود که هی من با این جنگل و بنگلوش هی من پول بعد دادم این کاپشن خارجی و خدم نگاهش بودن. آخ آخ چرا اصلا کاپشن تو من کم سو بشه ها سالار خان گوش بگیر ببین چه بگم. فردا که نوبت تو بیت بخشنامه صادر بکنی که نخود بالا براره سم میبیده عنکبوتو بشه. ها نکنی این کارا رو، زشته، این درگیری ها بده. آخه من اگه جای شما بودم اینقدر خوب مونده بودم ماما این کارا رو نمی کردم. ها نه تو نه وقت تو مسائل شخصی خانوادگی ما دخالت بکنی. بازم معلوم هست تو بخش من چه غلطی میکنی مدرس ما. هر روز تو رو بردار دارم بیارین اینجا. دیشب بسه که بهت خوش گذاشتم اونو لکنونم بردار از رو چشت سر دفعه گفتم جلو قاضی ملق بازی بردار اون جلو چشت. آخه به جون مادرم من اصلا بی اطلاع بودم، من گناهی ندارم، من اصلا این بخشنامه جدید اطلاعی ندارم. آخه دروغ وگوه تو قرول، من اینو وشناسم این کلن آدم ناراحتی بید، کلن آدمایی که به این شکل نباشن آدم های ناراحت و فکر خرابی بیدن. خورزوخان هم دقیقا همین شکلی بید، من وشناسم این آدم رو سر من کلا وقتای وزاریم تو برره. چرا اینقدر چرت و پرت میگی؟ چرا تو حالا من این همه وقت میام تو برره جنس میخرم جنس میفروشم کدوم دفعه کار دادم دست شما اون مشکل کار یه بار وش الان تو چهره پلید و منفور و منفور نمونشون ودادی این داره توهین میکنه دیگه. خب بس ببن حلقتا تو هم حلقتا ببن. به هر حال شما امشب اینجا مهمان میباشی ولی چون دفعه اولت میشه که کالای خلاف خریداری میکنی کارید ندارم این دفعه. یعنی منو میبخشین گذشت میکنی؟ محبت میکنید که گذشت میکنی؟ خیلی گرون میباشم طغرل جان. من فهمیدم البته چم بیارزه، من چقدر بدم که اصلا براره برم؟ من نخود نمیخوام، چقدر بدم من آزاد چم و برم دیگه من نخودم نخرم. شما 150 تومن بده آزاد شو برو پیکار. چشم این گوشش هم چک کنید ببینید گوشه داره یا نداره. اینا مشکل گوشه دارن همه. این 150 تومنه، یکی 50 تومنه، بده دو تا دیگه نکبت. چشم خود با الان پاشو برو کنم شاید جلو دیدگان من دیر شم. برو بیرین تو نرو نه تو رو کندمه. اینه هو خورزو خام بید، من اینو وشناسم این آدم و این آبا شلیک نوه کنه اینقدر دیگه چقدر وزنی آقا وزن بیا پاشو برو پاشو برو از جلو چشم من. نه همینجا وزن تکیبه پاشو مشغل. برو میگم تا نزدم. بنده خیلی خوشحال میباشم از این که دو بخشدار محترم کدورت ها و کوپرت و وکبازی های خیش را کنار گذاشته و دعوت من را برای مراسم آشتی کنان قبول فرمیدن. بله بله. دوگرال جا مثلا که فراموش کردی بنده با طرف این صحبت کردم که راضی شدم. بله تو نوفهمی بزرگتر که حرف میزنه، تو باید بشینی گوش بگیری. این نوفهمم شما میفرمودین. بله البته تمام مشکلات از این طرح زوج و فرد کردن بخشداران محترم شروع شد که باعث بروز تبصره‌های جور و جور و سرپلنگ شد و اقتصاد برره را مختل کرد و صادرات نخود همه را مختل نمود از برره که خارج بشه. راست وگوه راست وگوه خدا الهی ازشون نبگذره. ای و میری کیانوش که همیشه باعث سرشکستگی ما وشی. ای خیلی ببخشینا آیون بخشدارا قرار جنگ تن به تن گذاشته بودن، ما گفتیم زوج و فردش کنیم خون و خون ریزی نشه. عجب آدمایی هستیم. حالا دیگه تمام بش بکن آبرومانه بردی. حالا دیگه هرچی بیده تموم بشده و رفته، از خودتون انرژی های اشغولانه در بکنید روی همدیگر و بوسی بابا خواهش بکنم. بله در این لحظه مراسم آشتی کنن شروع میشه. ببوسین همدیگر. خب ببوسین از اون بر خب ببوسین هم دیگر این چی؟ بر کنار قربونت باشم. یواش ببوسین از بچه هم بنده باید توضیح بدم که این بخشنامه ای که از خودم دروا کردم اصلا قصد توهینی به بخشنامه سردار خان نبیده جیگر. سالار جان منم اگه بخشنامه ای صادر کردم بیشتر هدفم قانونمند کردن هان اقتصاد نخود برره بوده. البته ببخشید که فرمایشات پرنقض و متنتن شما رو قطع میکنم. اهالی تو میدون جمع شدن،
منتظر در واقع دستور جناب آقای آلو هستن که ببینن نخودو بدن به آقای کلی یا ندن، یا پولشو بگیرن یا نگیرن. آقا کیانوش، این جمعه دوره هم هستیم دیگه، هر به کارو نوزنید، کار باشه برای فردا. الان مراسم آشتی کنم. بفرمایید، میوه بفرمایید. بفرمایید. جناب آقای سردار، شما که پسر درس خونده می باشه، الان هم که تو شهر رفته کار میکنم، بچه نخدا رو نمیفرسته او بفروشه. چرا این به فکر خود من نرسیده بود؟ راست میگه، حتما باید این کار رو راست فکره. این کلی الان داره از ما بزخری وکنه، چرا خودمون خودمون رو صادر نوکنیم؟ شما من فکرم که کیوون من استعداد تجارتش حس نداشته بیتون. اون که صد در صد، بله، این کلی میره نخدا میمونه رو دستتون، من گفته باشم. وگوام که ما خودمون این صادرات واردات را وندازیم، بعد هی صادر و کنیم، هی پولش رو فرتی بذاریم جیب خودمون. حاجی فهد، اینو هستم و یا یه موزی بازی از خودمون در بکنیم، اول نخدا رو بخریم، بعد به بقیه وگوییم. ولی من میگم که این کلی اگر بره تا زمستون دیگه بر نمیگرده، نخدا هم زیر بارون مونده تو میدون. یه فکری به حال نخدا. تو چرا اینقدر نگران کلی بیدی؟ کمیسیون به تو بده، درصد و گیری ازش. هایی همینه. درصد و گیری درصد و گیری درصد و گیری.